ما امروز مسافر قطاری بودیم که برای اولین بار مسیر قزوین رشت رو طی میکنه. قطاری که به صورت آزمایشی و با حضور معاون رئیس جمهور به مقصد میرسه. انشالله در سفری که آقای رئیس جمهور به گیلان خواهند اومد ما بتونیم اون قطعه رشت به آستارا رو هم به صورت رسمی کار ساختمانی و کار زیرساختیش رو انشالله آغاز بکنیم. در این مسیر از 52 تونل که مجموعاً 22 کیلومتر و 17 کیلومتر پل می‌گذریم و در مجموع 205 کیلومتر تا انزلی رو طی می‌کنیم. اجرای این طرح هم مزیت‌های درون استانی هم فراملی داره که ما می‌تونیم به حال در صادرات کالا و خدمات و پایین اومدن قیمت حمل و نقل یه کمک جدی داشته باشیم. راه آهن قزوین رشت انزلی کار اجراییش از سال 85 آغاز شده بود. ما الان در ارتفاع 80 متر سطح جاده هستیم و تو کوه‌ها داریم تونل می‌زنیم. مسیر قزوین تا رشت 164 کیلومتره که 1850 میلیارد تومان برای اون هزینه شده. منطقه‌ای که راهن عبور کرده بسیار بسیار زیباست. یک منطقه گردشگری ویژه و خاص است در کشور ما. ارتباطش با کشورهای CIS از طریق ریل برقرار خواهد شد. منطقه ویژه‌ای برای هم بار هم مسافر است که امروز انشالله فاز اولش رو در خدمتتون خواهیم. جذابیت‌های این سفر اینه که از بزرگترین پل راهن کشور به طول 1430 متر که روی سد منجیل احداث شده عبور می‌کنیم و پل شاهرود از معماری سنتی ایرانی به صورت آرک‌هایی که به طول 650 متر با ارتفاع بالغ بر 30 متر اجرا شده. ویژگی دیگر این مسیر اینه که عبور از البرز، صرفه‌جویی در مصرف سوخت، کاهش خسارت سوانح رانندگی، صرفه‌جویی انتقال مسافر و در نهایت 1200 فرصت شغلی از مزیت‌های اجرای این طرح ملیه. این خط راه آهن که بارها از اون به عنوان بارانداز ملی نام برده شده، چرا که خلیج فارس رو به دریای خزر وصل می‌کنه و این قطار امروز نویدیه برای این وصل. سمیه سفری، خبرگزاری صدا و سیما، قزوین. افتتاح آزمایشی خط ریلی قزوین به رشت با حضور دکتر نوبخت. خب طبعا یک احساس متفاوت و مسرت بخشیه، چون یک رخداد در واقع تاریخی در توسعه منطقه شمال الان در حال رخ دادن هست و مرکز استان گیلان به شبکه سراسری مرتبط میشه. انشاءالله از این به بعد مسافران شمال ایران به ویژه برای گیلان دیگه مجبور نمیشن که ساعتها در مسیر جاده‌ای به ویژه بین منجیل و رودبار که متاسفانه ترافیک‌های سنگینی ایجاد میشه، با توجه به اینکه کل مسیر ما الان به صورت آزاد راه هست، اما این قطعه مشکل داره. ما الان برای اون قطعه هم داریم تلاش میکنیم که با سرعت اون رو هم به صورت آزاد راه تکمیل بکنیم، اما این ترافیک سنگین از همین ماهای آینده به ویژه برای ایام نوروز دیگه به نظر میرسه که نباید ما داشته باشیم، چون داریم طراحی میکنیم که حتی امکان این که ما بتونیم کسایی که با ماشین میخوان به گیلان بیان ماشیناشون رو تو قطار بذارن و انشاءالله در رشت که رسیدند ماشیناشون رو هم میتونن استفاده بکنن. قطعا روز به یاد ماندنی و مبارکی است برای هم اهالی گیلان و هم قزوین و هم همه مردم ایران که این پروژه بعد از سالها انتظار آماده شده. البته برای راه اندازی اولیه امروز این کار صورت گرفت، برای افتتاح رسمی یا بهره برداری رسمی انشاءالله در سفری که رئیس جمهور محترم خواهند داشت حوالی تقریبا بهمن ماه انشاءالله افتتاح رسمی پروژه صورت خواهد گرفت. برای افتتاح این خط ریلی بیش از 1850 میلیارد تومان اعتبار هزینه شده است. رحمان قاسمی، شبکه خبر، گیلان.